سرخط خبرها. پیشنویس طرح 11 صفحه‌ای طالبان برای صلح. در این طرح دولت انتقالی صلح حداکثر تا 20 ماه پیش بینی شده است. تاکید دوباره جو بایدن به پایان دادن به جنگ 20 ساله. امریکا در نظر دارد سیستم موشکی توپخانه‌ای در افغانستان مستقر کند. میزبانی مسکو از نشست تریویکا بدون حضور ایران و هند. زلمه خلیلزاد هم شرکت می کند. با گذاشتن گونه جهش یافته ویروس کرونا در افغانستان، بیمارستان‌ها دوباره از بیماران پر می شود. و چینی ها دائمی می شوند. نخستین بخش ایستگاه فضایی دائمی این کشور امروز پرتاب شد. سلام و وقت بخیر. تلویزیون یک به پیشنویس طرح صلح طالبان دست یافته. این پیشنویس در 11 صفحه، دو بخش و 12 فصل تدوین شده و برای بیرون رفت افغانستان از وضعیت موجود دولت انتقالی صلح را پیشنهاد کرده است. دیروز معاون شورای عالی مصالحه ملی در مراسم در کابل گفت پیشنویس طرح صلح طالبان به آنان رسیده است، اما طالبان گفتند که این پیشنویس به آنان ربط ندارد. میلاد سیار گزارش می‌دهد. در میان بیم جنگ و امید به صلح، دیروز معاون شورای عالی مصالحه ملی گفت که پیشنویس طرح صلح طالبان را دریافت کردند. طالبان روی یک طرح کار کردند. خاک یک طرحشان به ما رسید. امروز تلویزیون یک به این پیشنویس طرح صلح طالبان دست یافت. این پیشنویس در 11 صفحه، دو بخش و 12 فصل به عنوان حکومت اسلامی صلح تدوین شده و در آن برای صف جمهوریت واژه دولت یا حکومت به کار نرفته و صف جمهوریت به عنوان طرف مذاکره کننده یاد شده است. در نخستین بخش این طرح برای بین رفت افغانستان از وضعیت موجود دولت انتقالی پیش بینی شده. مدت کار دولت انتقالی صلح 20 ماه پیش بینی شده است. قوه‌های سگانه اجرایه، مقننه و قضایه را در خود دارد. شورای عالی فقه اسلامی و کمیسیون‌های چهارگانه تهیه قانون اساسی، آشتی ملی، نظارت بر اجرای آتش بس و بازگشت مهاجران در ترکیب دولت انتقالی صلح ایجاد خواهد شد. جاگزینی ها در ترکیب دولت بر بنیاد مشارکت عادلانه و حقوق اقلیت ها و بانوان صورت خواهد گرفت. قانون اساسی یا تعدیل می شود یا هم تازه تدوین و تصویب خواهد شد. برای ساختار حکومت دو گزینه پیش بینی شده است. در گزینه نخست، حکومت انتقالی یک رئیس به شمول معاونان، 34 وزیر و 4 ریاست مهم خواهد داشت. در گزینه دوم، حکومت انتقالی یک رئیس به شمول معاونان، نخست وزیر، معاونان نخست وزیر، 34 وزیر و 4 ریاست مهم خواهد داشت. رئیس حکومت انتقالی صلح نمیتواند به عنوان رئیس حکومت دائمی که از آن حکومت اسلامی یاد شده کار کند. حکومت انتقالی صلح فرصت آمدن یک حکومت دائمی را که از آن حکومت اسلامی یاد شده در پی یک انتخابات سراسری مساعد می کند. در بخش امنیت، ستاد مشترک نظامی برای اصلاحات ایجاد خواهد شد. مورد مهمی که در این طرح تاکید شده، برگزاری هیچ انتخابات بر بنیاد قانون موجود در دوره حکومت انتقالی صلح انجام نخواهد شد. برای دوام کار مجلس نمایندگان هم سه گزینه پیش بینی شده: افزایش شمار قانونگذاران از 250 تن به 334 تن با شامل شدن 84 نماینده از سوی طالبان، تعلیق مجلس و انتقال صلاحیت به قوه اجرایه یا انحلال مجلس و انتقال صلاحیت به قوه اجرایه. برای مجلس سنا همچنان همین سه گزینه با تفاوت این که شمار سناتوران به 102 تن خواهد رسید، 34 سناتور سهم طالبان. قوه قضاییه 9 عضو خواهد داشت، 4 عضو از صف جمهوریت، 4 عضو از صف طالبان. یک عضو را هم رئیس حکومت انتخاب خواهد کرد. کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی هم نقش مشوره دهی خواهد داشت. شورای عالی فقه اسلامی 15 عضو خواهد داشت، 7 عضو سهم جمهوریت، 7 عضو سهم طالبان، 1 عضو هم سهم رئیس حکومت.
شورای عالی فقه اسلامی عالی‌ترین نهاد دینی خواهد بود و همه کارشیوه‌ها و رهنمودهای فرهنگی و اجتماعی را تدوین می‌کند. بر بنیاد این طرح شورای رهبری سیاسی ایجاد خواهد شد. رئیس جمهور، نخست وزیر، رئیسان شورای ملی، رئیس دادگاه عالی و ده رهبر تاثیرگذار سیاسی به انتخاب رئیس جمهور عضویت این شورا را خواهند داشت. در بخش حکومتداری محلی، والیان از سوی رئیس حکومت تعیین خواهد شد و شهرداران و ولسوالان از سوی والیان. در مورد دوام کار شوراهای ولایتی هم مشابه به سرنوشت شورای ملی کارشیوه پیش بینی شده است. بر بنیاد این طرح، کمیسیون قانون اساسی 21 عضو دارد، 10 عضو از سهم جمهوریت، 10 عضو از سهم طالبان و 1 عضو هم از نشانی رئیس حکومت. کمیسیون قانون اساسی مکلف است که در مدت 180 روز باید نخستین پیشنویس قانون را پیشنهاد کند. لویا جرگه تصویب قانون اساسی 20 ماه بعد از توافق سیاسی در مورد پیشنویس قانون اساسی و تصویب آن برگزار خواهد شد. در بخش پایانی این طرح آتش بس دائمی پیشنهاد شده و تاکید شده که در پی توافق باید همه عملیات‌ها و تحرک‌های نظامی متوقف شوند. ساختار فرماندهی مشترک به رئیس حکومت انتقال می‌شود. کمیسیون نظارت بر تطبیق آتش بس، کمیسیون مهاجران، کمیسیون آشتی ملی هر کدام با 9 عضو ایجاد خواهند شد. طالبان اما این پیشنویس را رد کرده و گفته از نشانی آنان نیست. همزمان با این جو بایدن در نخستین سخنرانیش در کنگره آمریکا یک بار دیگر تاکید میکند که جنگ در افغانستان باید به پایان برسد و نیروهای آمریکایی به خانه برگردند. در این زمان رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا هشدار میدهد که پس از خروج نیروهای آمریکایی افغانستان وارد یک جنگ داخلی خواهد شد. این کشور همچنان در نظر دارد برای پشتیبانی روند خروج نظامیانش از افغانستان سیستم موشکی توپخانه‌ای با تحرک بالا را در افغانستان مستقر کند. در چنین شرایط وزیر خارجه آلمان در یک سفر از پیش اعلام نشده امروز به کابل آمد و در دیدارهای جداگانه با رئیس جمهور غنی و عبدالله گفتگو کرده. وزیر خارجه آلمان بر ادامه همکاری این کشور با افغانستان از جمله بر پشتیبانی از نیروهای امنیتی افغانستان تاکید کرده. هادی سحر گزارش می‌دهد. کنگره آمریکا جو بایدن 100 روز پس از آغاز ریاست جمهوریش آمده است که دستاوردها و برنامه‌هایش را با کنگره در میان بگذارد. جنگ 20 ساله آمریکا در افغانستان بخش مهمی از کار جو بایدن است که تلاش دارد در هر صورت آن را پایان بدهد. رئیس جمهوری آمریکا میگوید که واشنگتن به دنبال آنچه در افغانستان بود دست یافته و حالا زمان آن رسیده که تمام نیروهای این کشور از افغانستان بیرون شوند. ما سربازان در افغانستان داریم که در سال 2001 هنوز به دنیا نیامده بودند. ما برای ملت سازی در افغانستان نرفته بودیم. ما به دنبال هراس افغانی رفتیم که بر امریکا حمله کردند. ما عدالت را در مورد اسامه بن لادن اجرا کردیم و خطر تهدید القاعده در افغانستان را کاهش دادیم. جو بایدن میگوید که حالا خطر القاعده و حراس افغانی از جغرافیای افغانستان فراتر رفته است. او هشدار میدهد از هر جایی که خطر در برابر امریکا احساس شود، واشنگتن به آن پاسخ خواهد داد. اشتباه نکنید، در 20 سال گذشته حراس افغانی گسترش یافته است. خطر حراس افغانی حالا فراتر از افغانستان است. ما باید متوجه دفع تهدیدهای حراس افغانی از هر جای باشیم. القاعده و داعش در یمن، سوریه، سومالیا و دیگر جاهای افریقا و شرق میانه و فراتر از آن وجود دارد. جو بایدن در حال به خروج بی قید و شرط نیروهای آمریکایی از افغانستان تصمیم گرفته که رئیس ستاد ارتش این کشور از حالا نگران بیرون شدن تمام نیروهای خارجی از افغانستان است. مارک میلی میگوید که گزینه‌های احتمالی زیادی در انتظار افغانستان است که بدترین سناریوی آن فروپاشی دولت و جنگ داخلی است. ما باید منتظر باشیم ببینیم چه اتفاقی می‌افتد. در بدترین حالت دولت و ارتش سقوط خواهد کرد و ما گواه یک جنگ داخلی دیگر خواهیم بود. در این صورت گواه یک فاجعه انسانی دیگر خواهیم بود و القاعده بار دیگر برخواهد گشت. از سوی هم فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا اعلام کرده که برای خروج مسئولین نیروهای این کشور از افغانستان سیستم موشکی توپخانه‌ای با تحرک بالا را در افغانستان مستقر می‌کند. ارتش آمریکا گفته که قرار است این موشک‌ها از کویت به افغانستان منتقل شود.
در حالی که دو روز دیگر به آغاز روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان باقی مانده، هایکو ماس وزیر خارجه آلمان به کابل آمده است. وزیر خارجه آلمان گفته کشورش به عنوان یک همکار قابل اعتماد در کنار مردم افغانستان باقی میماند. در کنار این همه قرار است مسکو فردا میزبان دور دوم نشست تریویکا باشد. در این نشست نمایندگان آمریکا، چین، روسیه و پاکستان در مورد روند صلح افغانستان با هم گفتگو میکنند. زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه برای افغانستان میگوید که او و زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان هم در این نشست شرکت میکنند. برخی آگاهان سیاسی برگزاری نشست را برای صلح افغانستان مهم می‌خوانند. وزارت خارجه میگوید که از هر اقدامی که به صلح در افغانستان کمک کند استقبال می‌کند. هادی سحر گزارش می‌دهد. در حالی که گفتگوهای نافرجام صلح افغانستان همچنان در بنبست به سر می‌برد، اما تلاش‌های جهانی برای شکستن قفل این بنبست ادامه دارد. پس از دو بار تأخیر در زمان برگزاری نشست صلح استانبول، بازیگران کلیدی جهانی و منطقه‌ای فردا بار دیگر گرد هم می‌آیند تا در مورد وضعیت کنونی افغانستان رای حل پیدا کنند. خبرگزاری تاس روسیه گزارش داده که نشست ادامه نشست ترویکاست، اما این بار تنها نمایندگان آمریکا، چین، پاکستان و روسیه در آن شرکت می‌کنند. زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه برای افغانستان گفته که او و همچنان زلمه خلیلزاد در این نشست شرکت میکنند و در مورد یافتن یک راه حل برای وضعیت افغانستان در آن بحث میشود. ما از هر میکانیزم، فرمت و اقدام حقیقی کشورها که بتانه روند صلح افغانستان وارد یک دور مذاکرات صلح با معنا بسازه حمایت میکنیم. بسیاری ها میگویند در حالی که سرنوشت برگزاری نشست صلح در استانبول نامعلوم است، برگزاری چنین نشست ها میتواند گره کور این گفتگوها را بگشاید. تمام کشورهای اول قدرت دنیا که در مسائل افغانستان دخیل است و یا کشورهای منطقه تلاش میکنند که منافع های خود را در دراز مدت و متوسط مدت ببینند. تا زمانی که منافع این کشورها مطرح است و قابل پیشبینی است، اینا فعال هستند. زمانی که منافعشان مطرح نباشه، دوباره به چالش این تفاهم سیاسی میکشند. اما باورها این است که در چنین نشست‌های بهتر است نمایندگان کشورهای داخل در پیوند به جنگ و صلح افغانستان از جمله هند و ایران هم حضور داشته باشند. کشورهایی هست که در حل قضیه افغانستان رول مهم داره. ما امید میکنم که در نشستی که در مسکو دایر میشه هر چهار کشور روی حل قضیه افغانستان تصامیم بگیرن که مطابق با اراده و خواست مردم افغانستان باشه. بحث جنگ و صلح افغانستان به مرحله حساسی رسیده است. اجماع منطقه‌ای و رفع نگرانی‌های کشورهای منطقه در مورد روند صلح در افغانستان بیشتر در چنین نشست‌های رقم می‌خورد. نشست ترویکای توسعه یافته در حقیقت زیر فشار روسیه و پاکستان صورت میگیره که اینا به امریکا میگن که شما همه گیره شو گفت زده ساختین که بدون قید و شرط میبرین، اما مسئله صلح چی شد؟ شما که میرین منطقه به صلح ضرورت داره در افغانستان. در ماه مارچ امسال نیز نشست ترویکا در مسکو با حضور نمایندگان آمریکا، روسیه، چین، پاکستان، قطر، ترکیه و نمایندگان دولت افغانستان، چهره‌های سیاسی و طالبان برگزار شده بود. همزمان رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که اسلام آباد در پی افزایش فشار بر طالبان است تا این گروه را به اشتراک در نشست استانبول وادار کند. بر بنیاد گزارش ها، صادق خان، فرستاده ویژه پاکستان برای افغانستان، امروز برای پیشرفت در روند صلح افغانستان به منظور گفتگو با هیئت حکومت و گروه طالبان به دوحه رفته. طالبان تا هنوز در این مورد واکنش رسمی ندارند، اما منبع های نزدیک به طالبان میگویند این گروه در تصمیم گیری های خود استقلال دارد و به فشارها اعتنای ندارد. در این میان حکومت افغانستان گفته که نیاز است پاکستان با استفاده از فرصت کنونی اعتماد مردم افغانستان را کسب کند. میلاد سیار گزارش می‌دهد. بخش بزرگ و مهم از بعد خارجی جنگ افغانستان همیشه به نشانی پاکستان نسبت داده شده و صداقت این کشور امر حیاتی برای صلح افغانستان پیش بینی شده است.
حالا روزنامه دی نیوز پاکستان گزارش داده که اسلام آباد در تلاش افزایش فشارها بر طالبان است تا این گروه برای اشتراک در نشست استانبول برای صلح افغانستان حاضر شود. از این نظر پاکستان فشار عمومی در سر طالبان وارد میکنه تا طالبان هر چیز زودتر در ساختار کنونی افغانستان بیاین و بعد در یا به صورت مشارکت در دولت یا به صورت تقسیم یا به صورت به اصطلاح فعالیت دیگری به هر صورت باید پایان بدن به بحران کنونی در داخل افغانستان. بر بنیاد این گزارش، صادق خان، فرستاده ویژه پاکستان برای افغانستان، به همین هدف امروز بعد دو هفته تا برای تسهیل روند صلح افغانستان کار کند. در گزارش گفته شده که استخبارات پاکستان دریافته که طالبان افغانستان با طالبان پاکستان ارتباط دارند، اما طالبان این مورد را رد کردند. ظاهراً بخش از تغییر رویکرد پاکستان با طالبان با همین مورد پیوند دارد. در این میان حکومت افغانستان انتظار دارد که پاکستان در معادله تازه صلح اعتماد مردم افغانستان را کسب کند. گفتگوهای صلح برای پاکستان بهترین فرصت است تا اعتماد مردم افغانستان را به دست آورده و به توریستان اجازه ندهد که از خاک پاکستان علیه مردم افغانستان حمله کنند. طالبان تا هنوز در مورد این گزارش چیزی نگفتند، اما شماری از منبع‌های آگاه از روند صلح تاکید دارند که طالبان استقلال کامل در تصمیم گیری دارند و به هیچ فشار تن نخواهند داد. طالبان مبتنی بر منافع ملی کشور تصمیم اتخاذ میکنند و امو استقامت دارند و هیچگاه از موقف خود و فشارهای منطقی بین المللی و موقف خود را تغییر نمیدند. صلح و جنگ افغانستان به مرحله تازه رسیده و حالا چشم انتظارها به نشست استانبول دوخته شده تا به جنگ و بحران چندین ساله افغانستان نقطه پایان بگذارد. نشسته که تا هنوز برگزاری آن دوبار گواه تأخیر بوده و زمان برگزاری آن هنوز هم روشن نیست. هیئت از مرکز برای بررسی وضعیت امنیتی غزنی به این ولایت رفته. حمدالله محب، مشاور امنیت ملی، سرپرست وزارت دفاع ملی، رئیس عمومی امنیت ملی و معین ارشد امنیتی وزارت امور داخله و همچنین رئیس ارگانهای محل از جمله اعضای این هیئتند. مقامهای محلی میگویند که این هیئت وضعیت این ولایت را بررسی و همچنین خواستهای مردم این ولایت در بخشهای نظامی و غیر نظامی را بررسی خواهد کرد. به گفته منابع محلی، وضعیت امنیتی بیشتر ولسوالی های این ولایت به ویژه ولسوالی قره‌باغ در هفته های پسین رو به وخامت است. بیمارستان افغان ژاپن بار دیگر پر شده از بیماران کرونایی. مسئولان در این بیمارستان میگویند بیشتر بیماران زیر درمانشان کسانند که به نوع جهش یافته ویروس کرونا مبتلا شدند. شمار از دانش آموزان که در مکتب‌ها و دانشجویان که در دانشگاه‌ها به نوع جهش یافته ویروس کرونا آلوده شدند در بیمارستان افغان ژاپن زیر درمانند. گیتی رحیمی گزارش می‌دهد. بیمارستان افغان ژاپن یک بار دیگر پر شده از بیماران کرونایی. پزشکان در این بیمارستان میگن که شمار زیادی از کسانی که در این بیمارستان زیر درمان هستند اونایی هستند که به نوع جهش یافته ویروس کرونا مبتلا هستند. بیشتر بیماران با حالت وخیم به این بیمارستان آورده می شوند. عثمان که پدرش را برای آزمایش ویروس کرونا به بیمارستان آورده از مردم می خواهد در برابر این ویروس بی پروا نباشند. خب مردم افغانستان کلا بی تفاوت می گیرند چون کرونا را یک چیز عادی فکر می کنند، اما عاقبت را فکر نمی کنند که چقدر امراض کشنده است. مسئولان در بیمارستان افغان ژاپن می گویند دو بیمار آنان کسانی هستند که در هند به بیماری کووید 19 مبتلا شده بودند و حالت یکیشان وخیم است. متاسفانه نظر به ارقامی که ما آنالیز میکنیم به نظر میرسه که موج سوم در افغانستان آمده و روزانه ما در حدود 90 الی 100 نفر مراجع کننده داریم که تقریبا بین 10 الی 15 نفر آنها تستشان مثبت میبراید. پزشکان در بیمارستان افغان ژاپن میگویند که مردهای مثبت ابتلا به ویروس کرونا در دانشگاه‌ها و مکتب‌ها هم ثبت شده است. شماری از دانش آموزان و دانشجویان هم در این بیمارستان زیر درمانند. دو از دو مکاتب ما کانتنسنسی گرفتیم از دو مکاتب دولتی شهر کابل که تعداد در 12 سمپل تا 6 شاگرد مکتب ما متعلم ما متاسفانه مثبت است و یک دو تاش بستر است، دیگرش اعراض علائم خفیف داشته که برشون توصیه خانگی داده شده. در این روزا وقت کرونا واقعا بسیار زیاد شدن و بعضی مردم ما بسیار متفاوت هستند.
وزارت معارف آلوده شدن شماری از دانش آموزان به ویروس کرونا را در مکتب‌ها می‌پذیرد، اما در این مورد جزئیات نمی‌دهد. وزارت صحت می‌گوید منتظر است رهبری دولت در مورد پیشنهاد این نهاد مبنی بر بسته شدن مکتب‌ها و دانشگاه‌ها چه تصمیمی می‌گیرد. اما نگرانی‌هایی نیست که اگر جلو گردهمایی‌ها در کشور گرفته نشود، مدیریت ویروس کرونا دشوار خواهد بود. در 24 ساعت پسین 109 تن تازه به بیماری کووید 19 مبتلا شدند و 7 تن هم جان باختند. شمار کل بیماران کرونایی در کشور به 59745 تن رسیده و شمار جان باختگان ناشی از این بیماری هم به 2625 تن. همزمان با این، ایران مرز اسلام قلعه با افغانستان را به دلیل جلوگیری از گونه های جدید ویروس کرونا به این کشور برای مسافران بست. دفتر والی هرات میگوید که این مرز از امروز بسته شده و دلیل آن افزایش تهدید نوع جهش یافته ویروس کرونا در ایران اعلام شده است. با این حال فعالیت های حمل و نقل و رفت و آمد موترهای ترانزیتی میان دو کشور همچنان ادامه خواهد یافت. پیش از این مقام های صحت کشور نیز از خطر شیوع کرونا هندی هشدار داده بودند و خواستار توقف سفرهای غیر ضروری شهروندان به پاکستان شده بودند. روند کند رسیدگی به پرونده ها در نهادهای عدلی و قضایی از چالش هایی است که در برخ موردها شهروندان را به سطوح می آورد. جزئیات بیشتر در گزارش. امان الدین باشندی اصلی ولسوالی دهنی غوری ولایت بغلان است. دو سال پیش هدف گلوله باری قرار گرفت که از ناحیه دست و پا آسیب دید. او نمی تواند براحتی راه برود. خانواده اش ده عضو دارد که مسئولیت همه بر دوش اوست. جای زخم هایش هنوز نمایان است، اما می خواهد به پروندهش رسیدگی شود. ادعا دارد شخصی که بر او شلیک کرده پس از دو ماه و بدون انجام بررسی ها از زندان رها شده است. امان الدین دادستانی را به کمکاری متهم می کند و می گوید که این نهاد مبدل شده به مکانی برای فساد. اگر غریب برو اینجا دستکله بشینه، ولی اگر کس غریب بخواهد داخل نیدار. یک باخساز نیست، هر کس مدعیش خودش بزنه. حکومت باخساز نمیکنه. مرچه و خودی نفر خودش بزنه دیگه زیباد. اما دادستانی کل میگوید که به دلیل همکاری نکردن امان الدین و تناقض در گفته های او و همسرش تا کنون پروندهش تکمیل نشده است. او زمانی شخص همکاری لازمه با یه همکارای ما نداشت. چندین مراتبه تلفنی تماس گرفته شد که یک بار به نزد هیئت تحقیق مراجعه بکنه تا معلوماتی که نیاز از شخص گرفته شد و ما بتانیم تحقیق خواهد در زمینه تکمیل کنیم، حاضر نشد. در کنار امان الدین، برخی دیگر از شهروندان کشور نیز دادستانی کل را به کمکاری و برخورد دوگانه در رسیدگی به پرونده ها متهم می کنند. کاش ما قیده قانون و پلیس هم کار نمی شدیم. از ساق امنیتی که اعلان شد، ما بسیار خوش شدیم که قانون کمی زنده شد. درست. محترم معاون صحبی اول خوب کارا کرد، بسیار تغییرات آمد. مگم متاسفانه که دستاران والی غلطی دیگه یک کمه که کوتاهی شد. اما به شکایت رسیدگی به طور آنی نمیشه، به طور شاید و باید به شکایت رسیدگی نمیشه. به شکایت یعنی بسیار زیاد وقت هم میگیره، پروندها سالها طول میکشه، مردم خسته شدن از این حالت کاملا، یعنی به هیچ صورت به حق به حقدار نمیرسه. دیدبان شفافیت بین المللی در واپسین گزارشش هرچند گفته که افغانستان با کسب 19 امتیاز در سال 2020 در پیوند به مبارزه با فساد اداری 8 پلاس سعود داشته، اما هنوز هم در میان 12 کشور فاسد دنیا جا دارد. چند خبر کوتاه از جهان. چین با پرتاب موفقیت‌آمیز نخستین بخشی از ایستگاه فضایی دائمی گام بعدی را در برنامه فضایی بلند پروازانه خود برداشت است. چین امیدوار است که این ایستگاه فضایی جدید تا سال 2022 بهره برداری شود. انتظار می رود 3 فضانورد چینی برای آزمایش نخستین بخش از این ایستگاه در ماه جولای برای 3 ماه به فضا فرستاده شوند. به این ترتیب چین به زودی تنها کشوری خواهد بود که حضور دائمی در فضا خواهد داشت.
با گسترش سری کرونا در هند، امریکا گفته است به ارزش بیش از 100 میلیون دلار تجهیزات طبی برای کمک به هند در مبارزه با همگیری ویروس کرونا ارسال می کند. قرار است نخستین محموله کمک ها امروز وارد هند شود. روسیه هم پیشتر دو محموله کمک به این کشور ارسال کرد که شامل دستگاهی تنفس مصنوعی و سایر تجهیزات پزشکی بود. شمار جانباختگان ناشی از بیماری کووید 19 در شبانه روز پسین در هند بیش از 3645 نفر و شمار موردهای تازه هم 380 هزار اعلام شده است. وزیر خارجه قطر از تغییر لحن عربستان سعودی نسبت به ایران استقبال کرده است. وزیر خارجه قطر گفته که این کشور از موضع ولیعهد سعودی برای سیاست خارجی مبتنی بر حسن همجواری و گفتگو از جمله با ایران حمایت می کند. قطر از جمله کشورهایی است که در ماهی پسین برای احیای برجام میانجیگری کرده است. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان به تازگی گفته کشورش به دنبال روابط خوب با ایران است. تازه های ورزش با ظاهر نوری. نخستین دور رقابت های جام رمضانی سنوکر در کابل برگزار شد. در این پیکارها بیش از 50 ورزشکار از مرکز و ولسوالی های کابل با حضور ورزشکاران ولایت ننگرهار اشتراک کرده بودند. این مسابقات برای 4 روز ادامه خواهد داشت. مسئولان در فدراسیون سنوکر هدف از راه اندازی این رقابت ها را گزینش چهره های برتر برای رقابت های تیم ملی سنوکر کشور عنوان کرده اند. در شب دوم از دور رفت مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا، پاری سن ژرمن میزبان منچستر سیتی بود و در این بازی با نتیجه 2-1 شکست خورد. پاریسی ها ابتدا با گل دقیقه 15 مارکینیوس پیش افتادند، اما در نیمه دوم سیتیزن ها ورق را باز گرداندند و توسط کوین دی بروین در دقیقه 64 و ریاض محرز در دقیقه 71 به گل رسیدند. شاگردان پپ با این پیروزی گام بلند برای رسیدن به با بازی نهایی لیگ قهرمانان اروپا برداشتند. یک شب پیشتر هم جدال رئال مادرید و چلسی با تساوی 1-1 در ورزشگاه د استفانو به پایان رسید. دیدار برگشت این پیکارها هفته آینده برگزار می شود. پایان خبرها، خدا نگهدار.